در این مقطع زمانی و در اوج اعتراضات گسترده اجتماعی پس از مرگ مهسا امینی و در تقابل با جمهوری جنایتکار اسلامی در مسیر سرنگونی، ما به پیشواز روز دانشجو که جایگاه برجسته‌ای در تحولات سیاسی تاریخ معاصر ایران و جنبش دانشجویی داشته است می‌رویم تا با گرامی داشت یاد جان باختگان 16 آذر 1332 مصطفی بزرگنیا، احمد قنچی و مهدی شریعت رضوی که توسط حکومت دستنشانده پهلوی به قتل رسیدند، نگاهی هم به جایگاه امروز دانشجویان آزادیخواه و مبارز در این دوره حیاتی و پرتپش انقلابی بیندازیم که دانشجویان با همراهی و پشتیبانی خود از خواسته های به حق جامعه و به ویژه طبقه کارگر در میان اعتراضات به پا خواسته متحدانه و با هوشیاری کامل به مرکز تحولات و سنگری استوار در دفاع از حق حیات، رفاه و یک دنیای آزاد و برابر تبدیل شده است که با وجود فشارهای سنگین، دستگیری، سرکوب، شکنجه و زندان، فرزندان کارگران زحمتکش توانستند با اتحاد یکپارچگی خود، پرچمدار مبارزات آزادیخواهانه و برگزاری مستمر تجمعات اعتراضی، سخنرانی ها و سازماندهی این جنبش عظیم اجتماعی که چنین مقتدر و توانمند به میدان آمده است باشند. که کمر رژیم جنایتکار اسلامی را شکسته به ورطه سقوط می‌کشاند. دانشجویان کمونیست و آزادیخواه در دانشگاه مرکز ثقل و بخش بزرگی از کشمکش‌های درون اجتماع را تئوریزه و مبارزات طبقاتی جامعه برای رسیدن به آزادی و برابری در این جدال ناعادلانه بزرگ را ترسیم می‌کنند. ما به نام خود از تمامی تلاش‌های بی‌نظیر و از جان گذشتگی های روزمره آنها و مردم مبارز کوچه و خیابان تقدیر و مایه افتخار خود و مردم متمدن دنیا می‌دانیم. اعتراضات انقلابی این دوره دارای ویژگی های عمیقاً انسانی، طبقاتی و آزادی خواهانه ای است که بر علیه نابرابری، استبداد، تبعید و بی‌حقوقی و استثمار انسان با خون جوانان مهر خورده و تمامی مرزهای کاذب ملی، مذهبی و ناسیونالیستی را به کما برده و منفور و مزور می‌داند. انقلاب سوم ایران خواهان آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و حکومت شورایی و لغو آپارتاید، اعدام، شکنجه و تمام احکام ضد بشری و قرون وسطایی در ایران و جهان می باشد. این ویژگی های انقلابی و حق جان شمول انسان چنان مورد توجه و تحسین جهانی قرار گرفته که ما لحظه‌ای شاهد و ناظر انعکاس جهانی صدای مردم ایران که خواهان برقراری حکومت شورایی و ابراز همبستگی و پشتیبانی مردمی در دنیای آزاد هستیم. 16 آذر و تحرکات جنبش دانشجویی همیشه مایه ترس و وحشت حکومت‌های ایران و نقطه عطفی در مسیر تکامل جنبش دانشجویی بوده است که با ابتکارات، بیانیه‌ها و سخنرانی‌های شورانگیز و شعارهای برگرفته از مطالبات مردم چشم و چراغ و دروازه روشنایی را به آینده را به تصویر می‌کشاند. من سخنانم را با شعار دانشجویای عزیزمان که می‌گویند دانشجو می‌میرد، ذلت می‌پذیرد به پایان می‌رسانم. پاینده باد همبستگی طبقاتی مردم ایران، زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم.